بازگشت مسی به بارسلونا، از رویا تا واقعیت. رویایی که مدیر عامل بارسلونا در مصاحبه جدیدش به صورت خیلی یواشکی اونو تایید کرده. حالا توی این ویدیو میخوایم این انتقال رو بررسی بکنیم و ببینیم که اصلا این انتقال ممکنه یا در حد شایعه است. خوان لاپورتا، مدیر عامل بارسلونا، توی ویدیویی که توی فضای مجازی منتشر شده به پرسش هوادارای این تیم در مورد بازگشت لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی، به جمع آبی انالیا پاسخ مثبت داد. قرارداد مسی با باشگاه پاریس سن ژرمن تابستون امسال به پایان میرسه و توی بحبوحه شدید ژنوچا بین مسی و هواداران پاریس بعد از قهرمانی مسی به همراه آلبیسلسته در جام جهانی 2022 آینده اون در حالی از ابهام قرار داد. کوچ به لیگ برتر آمریکا و بازی برای تیم آتلانتیک از جمله شایعات در مورد مسی و علاوه بر این اینتر میامی که مدیریت اونو دیوید بکام ستاره اسبق تیم ملی انگلیس بر عهده داره مقصد محتمل برای اون محسوب میشه. الهلال هم که یک سال پای ثابت پیشنهادهای مسی، با این حال بازگشت به بارسلونا هم یکی دیگه از گزینه‌های روی میز برای مسیه که توی هفته‌های اخیر به شدت قوت گرفته و گفته میشه باشگاه بارسلونا برای مذاکره با مرد آرژانتینی وارد عمل شده. در گرماگرم این شایعات، لاپورتا در آستانه دیدار بارسا برابر خطافه در پاسخ به سوال یکی از هواداران این تیم درباره بازگشت مسی به بارسلونا گفت بله، پاسخی که دل هواداران این تیم رو گرم کرده. آبی اناری ها در حال حاضر با مشکلاتی از جمله رسوایی های مالی دست و پنجه نرم می کنند. این موضوع می تونه نقل و انتقالات تابستونی این تیم رو تحت شعاع قرار بده. رافا یوسته، نایب رئیس بارسا، هم به تازگی از مذاکرات جاری با مسی پرده برداشته، اما هیچ چیز به طور رسمی رسانه‌ای نشده. نشریه آس اسپانیا در گزارش غافلگیرکننده مدعی شده بود که باشگاه بارسلونا در دوران ریاست جوزپ ماریو بارتومئو، مدیر عامل سابق این باشگاه، طی 3 سال مبلغ 1.5 میلیون دلار به خود ماریو انریکز نگریرا، نایب رئیس اسبق کمیته فنی داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا پرداخت کرده. نگریرا از سال 994 تا 2018 به عنوان نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا فعالیت می‌کرده. دفتر دادستانی ایالت بارسلونا مدعیه که آبی انالیا از سال 2016 تا 2018 مبلغ مذکور رو به حساب شرکت وی به نام داسنید 950 واریز کردند. بر اساس گزارش مذکور، نگریرا که سابقه قضاوت در لالیگا رو هم در کارنامه داره، توی سالهای 2016-17-18 به تردید 571، 580 و 341 هزار دلار دریافت کرده. لاپورتا در مورد این اتهامات گفته بارسلونا هرگز با نیت تغییر یا اعمال نفوذ در رقابت‌ها به منظور حصول منافع ورزشی اقدامی نکرده و دادگاه هیچ مدرکی هم پیدا نکرده، چون چیزی وجود نداره و چنین چیزی ممکن نیست. این اتهامات با هدف تخریب بارسلونا مطرح شده و خصمانه‌ترین حمله ای که علیه بارسلونا صورت گرفته. با این تفاصیل میشه گفت که بارسلونا تابستون خیلی سختی رو پیش رو داره و علاوه بر تنظیم کردن صورت‌های مالی و درست کردن تراز مالیش، باید از پس ایجنت مسی یعنی پدرش و البته مبارزه با تیم‌های سرسخت عربستانی و آمریکایی هم بر بیاد.